چیه؟ عشق، عشق چیز خوبی است. ازدواج رو فکر می‌کنی با شغلش فکر کردی؟ با شغلت سازگاره؟ من الان خودم آماده این مسئله اصلا نمی‌بینم. یک جمله بگم که برام خیلی ارزش داره، اینه که زندگی به من یاد داده که در مورد هیچ مسئله‌ای هیچ گونه مطلق انگاری نداشته باشم، و در کنارش میگم که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست. این که حالا نمیتونم بگم که من هیچ وقت ازدواج نمی کنم، برنامه‌م نیست، برنامه براش ندارم، و یک سری حالا هدفهای دیگه دارم، یک سری تمرکزم روی یه سایدهای دیگه ای از زندگیمه، ولی ممکنه روزی هم نظرم تغییر کنه. اگر تا یکی دو سال پیش به من میگفتن که آدم ها رو رنج هاشون بزرگ میکنن، شاید انقدر بهش باور نداشتم که امروز دارم. هیچ وقت از این صبر کردنه تا پشیمون نشدم. همیشه میگن هرچه در این پرده نشانت دهند، گر نپسندی به هزانت دهند. برگم سر جزیره. اوه اوه. یکم از جزیره به ما بگو چی شد؟ کی قرار ساخته شه؟ ادامهش چی شد؟ خیلی از ما سوال میکنم، من خودم جواب رو نمیدونم. والا منم نمیدونم. اینطوری شدش که توقف پیدا کرد. آقای مقدمم فکر میکنم دو سه روز پیش بود اگه اشتباه نکنم مصاحبه کرده بودن. خوشحال شدم بابت این مصاحبهشون، که به هر حال به یک سری از سوالاتی که از ما میپرسن، هر روز از من میپرسن. من هر وقت از خونه میرم بیرون واقعا بدون اغراق یه 5-6 نفری رو میبینم که بهم میگن که پس جزیره چی شد. یک بار جزیره 45 روز متوقف شد، و خب یه اتفاقایی از اونجا بعد افتاد. اگر بخوام یک واژه به عنوان سینونیم و مترادف برای 1400 انتخاب کنم، عجیب. عجیب، همه چی عجیب. ما برگ آفیش تو گروه گذاشته میشد و هر روزم میرفتیم آفیش، و به ناگهان از روزی دیگه برگ آفیشی گذاشته نشد، و این بیخبری شد 45 روز. آزاردهنده. اتفاقی نیفتاده بود؟ من تو خبر ندارم. اگر افتاده بودم فکر کنم بقیه خبر دارم، ما خبر نداریم. بیخبری بود که از یک روز و یک هفته شروع شد و ناگهان 45 روز شد. ببین، من به عنوان کسی که اول راهم، خیلی اولش فشار روانی سنگین به من اومد، به ویژه به اینکه میدونن دوستان که من دو تا پروژه دیگه هم بهم پیشنهاد شد، یعنی در واقع سه تا پروژه دیگه به من پیشنهاد شد و من نرفتم در خلال همین تولید سریال. اینقدر برای من نقش و پروژه مهم بود که ما 5-4 ماه خورده کیش بودیم دور از خانوادمون. من فکر میکنم تنها کسی بودم که یک روز هم تهران نیومدم، و حالا اون سکانس های سخت، اون دمای هوا و خیلی چیزهایی که اصلا شاید برای مخاطب اصلا جذاب نباشه گفتنش. تو این حد از تمام خودت رو بذاری برای اینکه یه کاری انجام بدی، و ناگهان یک اتفاقی که من ندیدم واقعا و نشنیدم برای پروژه اتفاق بیفته، که یهو بدون هیچ من تازه کارم نشنیدم. آره، من خیلی اذیت شدم اولش، ولی رفته رفته السا متاسفم که بگم این آزار تبدیل به بی‌انگیزگی شد، تا جایی که وقتی بعد از 45 روز با من تماس گرفتن و گفتن شما آفیشی، من نمیخواستم بیام. چرا؟ نقشم خیلی دوست داشتم، ولی بحث آزاری که به وجود اومده بود انقدر زیاد بود و من اصلا دیگه فکر میکردم تموم شد دیگه. یعنی اصلا میگم هیچ کس هیچی نمیگفت به ما. یعنی اگه اتفاقی افتاده بود قابل هضم‌تر بود، برامون راحت‌تر بود. میدیدم که آقای مقدم چقدر اذیت میشدن و چقدر با چنگ و دندون این گروه رو نگه داشتن. کسی اگه کارشو دوست داشته باشه، انرژی گذاشته باشه، ارزش قائل باشه، چه منی که اول راهم، چه کسی که پیش کسوته، ناراحت میشه. ما این نقوای نقشا زندگی میکنیم، ولی خب فکر میکردیم حداقل ادامه پیدا میکنه، ولی ادامه پیدا نکرد. ما دوباره یه مدتی رفتیم تولید و دوباره متوقف شد، که شد از 26 قسمت اگه اشتباه نکنم 14 قسمت دیگه. همینجا برای اولین باره که میگم، خیلی فرصت عجیب و غریب برای من بود. من قرار بود که از یک جایی به بعد قصه من یک کاراکتر دیگه بشم، و از یک دختری که با اون مختصات و مشخصات که حالا به بچه پورو تعبیر میشه، تبدیل میشدم به یه لیدی، به یک خانم جا افتاده، و این خیلی خوب برای من هیجان انگیز بود. بعد من حتی میتونم بگم که یکی از بازیگرایی که رفتن از پروژه، ما خیلی صحنه هامون با هم بود، و این منجر شد که صحنه های من با ایشون حذف بشه، و خب این اصلا واقعا باور نکردنی. یعنی من گفتم وای اون صحنه که من ساختم، وای مینی چه چقدر حسای من میفهمم تو درکش کردی السا،
من میدونم که تو خیلی سکانسات هست و اینو درک میکنی. من روز آخر که کار تموم شد به آقای مقدم گفتم، گفتم آقای مقدم همه این اتفاق افتاد، تا دنیا دنیاست مدیونتونم، این ماجراهایی هم که پیش اومد، الانم که کار ما فکر کنم آبان ماه بود دیگه فهمیدیم که کار ادامه پیدا نمیکنه و حالا تصمیم پلتفرم این بوده که نسازه دیگه. من یادم به آقای مقدم گفتم حسرت تمام سکانس های باقی مونده صحرا و مخصوصا اون کاراکتر دوم همیشه با من همراهه و میفهمم خیلی حس بدیه، خیلی خیلی حس بدیه، ولی یه قسمت های شیرینش واقعا گروه خوب، خودت گروه خوب، انرژی خوبی که بود. آقای مقدم من هر جا نشستم این انسان مؤدب، بسیار فوکوس رو کارشون، من خیلی لذت بردم. آخه تو آقای مقدم تو فضای مجازی که صفحه‌ای ندارم، ولی حالا اگه به هر شکل آقای مقدم جزیره، اگر جزیره شد، شما با چنگ و دندون نگهش داشتین و نه، کار هر کسی نبود. گروهی که بعد از 45 روز توقف و تا مرز متلاشی شدن رفته بود رو دوباره سر و پا کردن و همه ما از شما ممنونیم بابت اخلاقتون، بابت همه دلسوزیاتون، همه صبری که توی کار داشتیم. به من بگو که برنامه آینده چیه؟ میدونی که یه تصمیمات عجیب و غریبی گرفتم. خیلی یه وقتایی وقتی یه سریالی از آدم پخش میشه، دیده میشه، یه حالت ترندی طوری پیدا میکنه، پیشنهادهای زیادی میاد، ولی من ترجیح دادم که یه مقدار سختگیرتر شدم. اینو اصلا نمیخوام به این معنی بگم که گلایه تعبیر بشه، واقعا در لحظاتی که مشکلاتی بر توی جزیره به وجود میومد، میشه یه وقتی فکر میکردم که چقدر بدشانسیه، ولی الان وقتی که بهش فکر میکنم میگم خدا چقدر دوستم داشت. اگر تا یکی دو سال پیش به من میگفتن که آدم ها رو رنج هاشون بزرگ میکنن، شاید انقدر بهش باور نداشتم که امروز دارم. خدا رو بابت تمام اتفاقاتی که افتاد شاکرم. یعنی شخصیتی از من ساخت که مادرم میگه من این شادی رو یه وقتایی نمیشناسم. تغییره به نظر خودم خیلی مثبت بوده و این باعث شده که توی کارم هم تأثیر بذاره. جهان بینیم تغییر کرده. خیلی دلم میخواد فضاهای دیگه ای رو هم توی این سینما تجربه کنم. از پیشنهادهایی که برام میشه خودمونیش رو بخوام بگم، دست و دلم اونطوری نیستش که وای دیگه بگم که وای دیگه تمومه. سعی میکنم همه جانبه تر به موضوع فکر کنم و از فرصتی که دارم استفاده کنم. هیچ وقت دلم نخواسته که چند تا با هم دیگه کار کنم. ترجیح میدم که خبر حضورم تو پروژه بعدی و روابط عمومی پروژه بعدی اعلام بکنه، چون میدونی که واقعا اخلاقی نیستش که ما بخوایم زودتر بگیم. اما از بین این کارای فیلمنامه‌ای دارم میخونم که برام خیلی جذابه، فکر کنم کار خوبی باشه و متفاوت. آره خیلی متفاوته. خیلی دختر خوب و آرومیه یا همونطوری سرکش و شیطون و سهرام؟ دختر خوب بود، دختر خوب و آرومی بود. ماشاءالله ماشاءالله. هیچ وقت از این سب کردن التا پشیمون نشدم. همیشه میگن هر چه در این پرده نشانت دهند، گر نپسندی به هزانت دهند. تولدت نزدیکه، 18 فروردینه. آرزو چیه؟ پیشا پیش به ما یک آرزوی بگو. آرزو عمومی اینه که حال مردم خوب بشه. مردم ما حقشون خیلی بهتر زندگی کردنه. آرزویی که برای خودم دارم سالها که نه، شاید یکی دو سالیه، آرزو میکنم که یک سال جدید از زندگیم شروع بشه. توی این یک سال به لحاظ روحی و روانی هم بزرگتر بشم، آدم بهتری بشم، عمیق‌تر بشم، توی جهان پیرامونم ارزش افسوده بتونم ایجاد بکنم و وقتی سال تموم شد در کنار حالا سلامتی و همه اینها فکر کنم که از عملکرد خودم راضی ترم و تبدیل به یه آدم بهتری شدم. آرامش دارم. هیچی السا تو این دنیا از سلامتی و آرامش مهمتر نیست. چیزی که میتونه به آرامش کمک کنه داشتن یک پارتنر خوبه. نظرت به عشق چیه؟ عشق چیز خوبیست. اتفاقا این مدت خیلی برای من یه سری حواشی خنده‌داری هم در میومد و یه سری حرف هم زده میشد. بگم که در حال حاضر در هیچ رابطه عاطفی نیستم و انقدر واقعا این حاشیه و حرفا و نمیدونم نامزد و هر چیز اینو ازت نپرسیدیم. گفتم خودم بگم. من نظرت کلی به عشق ولی چه حیف، امیدوارم که به زودی عاشق بشی. رابطه عاطفی باشه خب دوست داره طرف مقابلش رو دیگه، وقتی که نیستم یعنی که حتما یه جور دیگه به سوال جواب دادم. حالا که راجع به مسائل میتو و
اینجور چیزا صحبت کردیم، دوست دارم بگم که وقتی که میشنوم که زنهای کشور و خانمهای کشورمون هر روز دارن موفق تر میشن، با یه نگاه ساده میبینیم الان حدود 60% جامعه دانشجویمون خانومن، خوشحال میشم، احساس میکنم که جامعه داره یه پوست اندازی میکنه. مطمئنم که روزهای سختی برای همه زنهایی که توی جامعه هستن و توی خونه نشستن اتفاق میفته. دخترانی که امروز پشت در کنکور صدی به اسم کنکور هستن و بعد وارد دانشکده ها و دانشگاه ها میشن و بعدش وارد بازار کار میشن، قطعا ممکنه که اذیت هایی بشن، ولی میخوام بدونید که ماها داریم هر روز قوی تر از قبل میشیم، هر روز محکم تر از قبل میشیم. انگار توی کشور ما زنها دارن پوست میندازن، یه دوره گذاره. خوشحالم وقتی میبینم که این اتفاقا داره، هرچند کم یا با سرعت کم داره اتفاق میفته. این جهان و این کشور بیش از هر چیزی به زنهای قوی نیاز داره، یه زن قوی که هیچ چیز نتونه آزارش بده و اگر هم که آزار میبینه بتونه پای اهدافش، پای آرمانهاش وایسه و فکر نکنه که جایی برای رسیدن به خواسته ای باید خیلی چیزها رو زیر سوال ببره. ببخشید اگه جزیره نصف نیمه موند، ما هم دوست داشتیم که تموم بشه. امیدواریم پروژه های بعدی که هستیم براتون خاطره های خوب بسازیم، حتی اگر که یه وقتی یه تصویری دیگه ای از من داشتید، امیدوارم که توی این لایو این تصویر اصلاح شده باشه. همتون رو دوست دارم، برای همتون آرزوهای خوب میکنم، امیدوارم که هر جای این جهان که هستین عاشقانه و با آرامش زندگی کنید. ولی خیلی ازت ممنونم، روزایی که توی کیش با هم دیگه کار میکردیم یادمه که خیلی خاطره های خوبی از همکاری با تو خانم حجار و بقیه دوستان داشتم. چقدر همراه بودین، چقدر عزیز بودین، چقدر حرفه‌ای بودین. مرسی که به من تازه وارد کمک میکردین، مرسی که با من تمرین میکردین یه سری سکانس ها، مرسی که انقدر تبدیل از یک همکار به یک رفیق شدین.